علت مرگ حضرت یوسف و مرگ زلیخا چه بود؟ یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین در سریال حضرت یوسف نیامده است، دلیل و چگونگی مرگ حضرت یوسف و زلیخا است که امروز در این برنامه به صورت خیلی زیبا برای شما تهیه می کنیم. از شما می خواهم این ویدیو را شیر کنید تا مسلمانان دیگر نیز از این موضوع آگاه شوند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. علت مرگ حضرت یوسف. وقتی حضرت یوسف جنازه یعقوب را دید، با درد و حسرت بسیار نالید، تا اینکه درهای آسمان گشوده شد و ارواح پیامبران و فرشتگان به استقبال روح حضرت یعقوب آمده و بدن وی را بشستند. جسد را داخل قبر که در بیت المقدس بود دفن کردند. چون حضرت یوسف دست از خاک قبر برداشت، دوباره به مصر برگشت، در خود نگاه کرد. سه غم او را دریافته بود، یکی غم یتیمی و دیگر هم غم غریبی و در آخر غم اندوه مرگ حضرت پدر. گویی طاقت و تحمل آن غمها را نداشت. چون شب شد، به کنار رود نیل به سجده در آمد و پیشانی بر خاک نهاد و آن شب تا روز نماز خواند. در آخر گفت: بار خدایا، از کید برادران و از دام مکر زنان مرا رهانیدی و از زندان بیرون آوردی و به مقام عزیزی رساندی. لباس رسالت و نبوتم دوختی و علم و حکمتم آموختی. قدرت و شکوه دنیا را بقا نخواهد بود. یک دعای مرا اجابت کن. مرگ مرا در عالم دنیا با مسلمانی مقدر کن و روح مرا به نزد اجدادم برسان و هم صحبت آنان بگردن. پس جبرئیل بیامد و گفت: ای یوسف، جبار عالم سلامت میرساند و میگوید پدر و عموی تو را چون مدت عمر به آخر رسیده بود چندان مهلت ندادم که با یک دیگر سخن گویند و هر دو را جان برداشتم. تو را هنوز مدت عمر به آخر نرسیده است. همچنان عرض نیاز کن و رحلت را برگ ساز کن، یعنی توشه فراهم بیاور که چون اجل درآید زمان باز پس نیاید. حضرت یوسف بعد از مرگ یعقوب دیگر تاج بر سر ننهاد و بر تخت ننشست. هر شب به عبادت حق به کنار رود نیل می رفت و با حق مناجات می کرد. شبی از شبها به خواب دید یعقوب و اسحاق را که لباسهای بهشت پوشیده و تاج کرامت بر سر نهاده به او گفتند: ای یوسف، 20 سال است دلت به آرزوی ما می سوزد. بشارت با تو را که تا 3 روز دیگر به نزد ما خواهی رسید. آوردن که یوسف در آن 3 روز در آرزوی دیدار پدر چنان جزع و زاری کرد که حضرت یعقوب در آن 40 سال در آرزوی وصال او نکرده بود. پس روز 3 ملک الموت آمد و گفت: یا یوسف، مدت به آخر آمد. پس یوسف تن در تسلیم داد. ملک الموت جان او را در کشیدن گرفت. با نزدیک شدن مرگ دل حضرت یوسف را تپیدن آمد و اعضای او لرزیدن گرفت. برادران را بخواند و هر یکی را در بر گرفت و بدرود گفت. پس ملک الموت در کار مرگ حضرت یوسف علیه السلام مشغول شد. یوسف می نالید. ملائکه ملکوت به ناله آمدند.
برادران خاک بر سر کردند. چون روح از بدن او خارج شد، جبرئیل با جامه سپید از بهشت بیامد، بدن حضرت یوسف را شسته و در کفن پیچیده و در تابوت نهادند. بعد از آن زلیخا را خبر کردند که آن یار دلارام ترا مرگ در بر گرفت. زلیخا چون خبر مرگ حضرت یوسف را بشنید، رو به سوی یوسف و گریان شد. چون بر تابوت یوسف رسید، تابوت را در بر گرفت و گفت: ای یوسف، این تویی که بدین زودی از من جدا شدی؟ این تویی که ناگاه از کنار صحبت من رها شدی؟ انقدر سر بر تابوت یوسف زد تا بیهوش شد و سه شبان روز بیهوش افتاده بود. مرگ زلیخا. چون به هوش آمد، ناله و ماتم ادامه داد. آنگاه گفت: آیا می دانید که یوسف در آخر عمر و در وقت مرگ چه گفت؟ گفتند: یوسف چه گفته است؟ بار خدایا، اگر مرا در نزد تو قدریست، این جان مرا از من بستان در حالی که مسلمانم و مرا هم صحبت صالحان گردان. پس زلیخا نیز همین درخواست را تکرار کرد و گفت: بار خدایا، جان من از من بستان و به نزد صالحان هم صحبتم گردان. ملک تعالی دعای او را اجابت کرد، جان از تن او کشید و به جان یوسف در رسانید تا همچنان که در دنیا جفت یک دیگر بودند، در آخرت نیز جفت یک دیگر باشند. قبر حضرت یوسف کجاست؟ سپس جنازه حضرت یوسف و جنازه زلیخا را دیدند و خروش از اهل مصر برآمد. یکی بر مرگ زلیخا و دیگری بر مرگ یوسف میگریست. آنگاه در محل دفن حضرت یوسف اختلاف کردند. گروهی گفتند که به دروازه کنعان دفن کنید، بعضی گفتند جای دیگر. پس خداوند تعالی رود نیل را خوش گردانید و بزرگان ایشان را الهام کرد که جنازه یوسف را در قبری میان رود نیل دفن کنند تا چون آب از قبر حضرت یوسف بگذرد، برکات آن به کل عالم و اطراف آن پخش شود. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.